علی جان، علی که هنوز نیومده. فکر کنم هنوز تو آشپزخونه است، داره با بابک آشپزی میکنه. بس بریم به قسمت آخر برنامه علی جان و آقا بابک نگاه کنیم. خب بابک جان، الان میریم به غذای بعدی فکر کنم، درسته؟ نه، قبلش میخوام یه جالب بدیا. چی؟ یه پاستا پکیجی که وقتی میخوای باز بکنی، خب همه از اینجا با دندون میزنن. با دندون باز میکنی. آره با دندون میخوام بکنی، اینجوری میکنی. چقدر جالب پاستا باز شد. واو، و هیچ کدومش هم نشکست. نه اصلا، بسیار عالی. بینندگان عزیز به این میگن حرفه. جان بعدی next what's the next dish؟ حالا چی میخوام بکنی؟ میخوام دو تا غذا درست کنم با پاستا، چون پاستا سایتن چیز خیلی هم آسونه. درسته، یه دونش یه مقداری آمادگی میخواد که یه چیزایی درست بکنی که تو قرار درست بکنی. دوباره من دیگه اصلا آمادگی نمیخواد. آره دوباره من که قبلی من درست کردم. خب آمادگی نمیخواد بده من درست کنم. نه آمادگی نمیخواد، من میخوام چون بخوام سرعت بکنم اون که میخواد. حالا کاری که میخوام بکنی، میخوام سس پستو درست بکنیم از اول. اینو میدونی اسمش چیه؟ این اسمش از سنگ بزرگ. آره، یا بهش میگن هاونگ یا میگن هاونگ. اگه تا آخر امروز متوجه شدی کدومه؟ هاونگ. هاونگ هاونگ. ما همه چی میخوام اینو درست بکنیم. خب چیکار باید بکنم؟ درست بکنیم ریحون، خب سیر، یه مقداری پنیر پارمزان، خب نمک و فلفل، و یه مقداری هم روغن زیتون میخوام اضافه بکنیم و میخوام پستو فرش باشه. همه پستو میدونن چیه؟ آره پستو همه دنیا میدونن چیه. من تا حالا نمیدونستم ولی خب حالا من گفتم من متوجه. آره خیلی هم راحت درست کنم. خیلی سریع میخوام درست بکنم. خب این کارو میخوام بکنم. اولین کاری که میخوام بکنیم اینه که ریحون خرد بکنم. علی جان رفته ریحون بچینه. آره بچینه این تو در بزی کدو خرد بکنم قبل از اینکه بخوام خرد بکنم. خب بعد آره بالا بچینم پایین بچینم چرا بچینم؟ بهت میگم چجوری خرد بکنم. خب یعنی از همه جا بچینم. بابک جان میریم شروع کنیم هاونگ بزنیم. آره هاونگ میخواد بزنی یا هاونگ حالا نمیدونم. هاونگ هاونگ. کاری که میخواد درست بکنی اینه که اینا رو میخواد خرد بکنی. درسته. قبلش ما تخم کاج داریم. تخم کاج. آره دوباره تخم بادام جو صحبت کردیم، این تخم کاجه. خب اینو میخوام یه مقدار رست بکنیم. نره ماده. نمیدونم حالا بعدا متوجه میشیم. باش. اینو درست بکنیم، یه مقدار رست بکنیم و قاطی این بکنیم. درسته. رنگ بده مزه. خب رنگ بده مزه. آره کاری که ما میکنیم برو ورتا. میخوام بریم اینجا و بریم توی هاونگ. یه مقدار از این میزه خیلی زیاد نه. بوی خوبی هم داره. درسته. یکی افتاد. آره اشکال نداره. یکی افتاد. خب حالا فایل کار بکنی اینو با سیر بعد بکنی. حالا میخوام سیرم پوست بکنیم. خب خیلی شروع میکنن با چنگال، با چاقو، با خیلی کاری که میکنن. تو چیکار میکنی؟ از اون روش پاستا. روش خیلی نگو که میخوای مش بزنی. همونه همون. آماده یک دو سه. ببین آماده شد. قشنگ پوستش گرفته شد و آماده است. حالا کاری که باید بکنی اینه که اینا رو تو این له بکنیم. باش. ما چون امروز میخوام با مردم صحبت بکنیم خیلی سیر نمیزنیم. ولی ممکنه اگه خونه باشه نمیخواد حرکت بکنه. برش سیر بزنی. آره زیاد سیر بزنی. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ اینجوری بکوبم؟ نه نه. خب. ببین کوبیدن دو تا روش داره. خب. یکی کوبیدن این شکلیه. خب. یکی اینجوریه. خب وقتی میخواد کریمی بشه به صورت اینجوری انجام میدی. به صورت دایره ای. خب. وقتی میخوای چیزی رو خرد بکنی به صورت مش میزنی اینجوری. خب الان کریمی میخوان انجام. نه اول خرد بکن. خرد؟ این چیزه به الان چشمام داره درد میگیره. اشکال نداره، اشکال نداره. در واقع عینک غواصی نداری؟ نه نه بخور نمیشه اینو خرد. عینک غواصی میخواستم. نه بکن. ادامه بده، ادامه بده. هیچ مشکلی نداره. خوبه حالا کاری بکنی ببین الان خرد کردی. آره آره حالا میخواد کریمیش بکنی. کریمی این شکلیه. به این صورت میکنی ببین به صورت کریمی در میاد. ببینی حالا من سیر خرد نکرده بودم واقعا. من که میگم از اول گفتم چیزی بلد نیستی، فقط تو املت بلدم. املت ایرانی. این همینجوری خرد میکنه. حالا کاری که باید بکنی یه مقداری بهش روغن اضافه بکنی. روغن من چیکار کردم؟ من روغن اینا روغن نه روغن زیتون من روغن زیتون من دست نزدم. روغن زیتون من کجا روغن دست من بود بابک جان. خب خوبه. حالا بیا اینجا. خب کاری که بکنی یه بار می‌خوای روغنی بکنی. یه مقدار روغن بهش اضافه می‌کنی. روغن زیتون. روغن زیتونه دیگه. آره این روغن زیتونه بابو ببو بدون بو هیچ فرقی نداره. هر چقدر که دوست داری اضافه می‌کنی. کریمیش بعد بکنی. خب حالا بعد از این کاری که باید بکنیم اینه که سبزیجات خرد بکنیم. سبزیجاتی که این پستو هم می‌ذاریم میتونه چیزای مختلف باشه ولی مرسوم ترینش ریحونه. ریحون. ریحون هم خرد کردن خیلی سخته. خب چون کوچیکه میپاشی این و اونور. کاری که باید بکنی قبلش مثل سیگار سیگارای کوبایی هستش که تو سیگار هم درست کردی؟ من نه چیزای دیگه. کاری که می‌کنی اینو رول می‌کنی. ببین مثل سیگار اینجوری رولش می‌کنی. خب اینجوری رول می‌کنی. بعد با یه دونه چاقو شروع میکنی اینجوری خرد کردن.
اینجوری هم میتونی خرد کنی، ولی این چون چاقوی ما اون مناسب نیست، خب اینجوری خردش میکنی. خب بوی خوبه. آره این کار انجام بده، باید تمام اینا رو درست کنی. خب من اینو الان سیگار بر کنم. آره خب اگرم میخوای، اگرم خیلی حرفه‌ای هستی میتونم اینو بهت بدم. نه بذار من سیگارو درست کنم اول. سیگار درست کن. خب اصلا بیا با این درست بکن. چی؟ با این بزرگه. اگه انگشتم رفت اشکالی نداره. چپ دستی مگه؟ من چپ دستم. حالا من فهمیدم چپ دستی. خب چاقو رو بذار ببین خب. بذار بهت بگم شکلی چاقو رو اینجوری میذاری خب. اینجوری اینجوری میکنی باش خب این خودش خرد میکنه این چاقو یا خنجر نه اینو باش کنه کار دیگه هم میکنی خوبه یا گرفتم آره خوبه خوبه سیگار یاد نره بعد لوله باشه لوله است لوله است چقدر تیزه خوبه عالی فقط مرزمش دستت نمه نه نه مواجه اینجوری بکن چجوری اینجوری اینجوری باشه شکلی گرد یه چیز جالبت بگم چی؟ بگو این یکی از قدیمی ترین وسیله آشپزخونه است واقعا؟ آره این رو باهاش نون درست میکردن باهاش غذا درست میکردن این یکی از قدیمی ترین وسیله هست یعنی مثلا 5-6 هزار سال پیش؟ آره آره خیلی جاها تو ایتالیا هنوز با این آرد درست میکنن ولی حجم بزرگتر برای پیتزا؟ آره دیگه سنگه دو تا سنگ رو هم میماله خرد میکنه مثل آرد اینو باش میشه آرد درست کرد چقدر جا آ این به عرابه چیزی بس نبود اینطوری میرفت خر اولاق یه چیزی درست میشه اینطوری نون درست میکرد بسیار خب اینجا دیگه مثلا سر رفت کاری که ما میکنیم اینه که حالا کاری که ما بکنیم اینه که اینا رو وقتی خرد کردی و بذاری این تو و بکوبی و بعد انقدر بکوبی که تبدیل بشه بدون حالت کریمانه کارای سختو میده به من ها بکوب بکوب ببین گفتم یه دونه کوبید آها بکوب دقیقاً اومدی اینجا یه خورده که خاطر کریمی شده میبینی انقدر ما لهش کردیم کریمی شده من لهش کردم آره اول یه سری بوش بکن بوی خوبی داره آره حالا کاری که میخوام بکنیم که بهتر بشه اینه که مقداری بهش پنیر پارمزان اضافه میکنیم همشو نه ولی بریز با دست بریز نتر دست بریز شستی راستی آره بابا بلیچش کردم امروز صبح نه سه هفته پیش خوبه اشکال نداره چون اینا همه پخته میشه خوبه آره ویتامینا میمونه میکروبا از بین البته بعد دستکش دست آره دوباره اینو شروع میکنی کوبیدن خب این که بره به خوردش ولی زیاد نگران نباش چون پنیر بعدن آب میشه تو بدن آب میشه کاری که میخوام بکنیم مقدار بهش روغن زیتون بزنم بذار بیشتر فشار بدی یه جوری فشار بده انگار گردن نفر بخواد خفه بکنه خوبه حالا دوباره اینو هم بزن حالا این دفعه دیگه نکوبش اینجوری بکن کریمش بکنم آره دقیقاً آخه میزنه بیرون از این اشکال نداره فشارش بره بره تو آخه داره میاد بیرون من که میگم فقط برای تو خوب درست بکنی خب خوبه 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 بیشتر خوب. یه مقدار دیگه هم روغن بهش بیشتر می‌زنی خب ببین این تبدیل شو به پستو این چیزی که توی مغازه‌ها می‌فروشن آره به عنوان پستو دقیقاً که تو چیزای دیگه هم می‌زنن خب. و چیزی هم که می‌خوام اضافه بکنی که یه مقدار مثل تو مغازه بشه یعنی مقدار نمک بهش اضافه می‌کنی می‌تونی یه نمک بهش اضافه بکنی چقدر دقیقاً بینندگان هر چقدر که دوست داشتی این دیگه تو تیسته هر چقدر دوست داشتی آره هر چقدر دوست داشتی این همش آخه رسیپی نداره میدونم نداره رسیپی اصلا حسیه فکر کنم کمتر دوستش اضافه برای همین شما آقا بابکجان این دیگه آقا بابک خالی آقا بابک خالی آقا بابک خالی آره ببین این این چیزی هستش که بهش میگن پستو این چیزی هستش که مغازه میفروشن و شما رو شارژ ما از اول درست کردیم خیلی هم خوشمزه پستو رو الان ریختیم توی مایتابه آره کاری که میخوام بکنیم الان میخوام یه مقدار بپزیمش که از اون خامش در بیاد خب بهترین حالتی هم که میتونی به اضافه بکنی آبه ولی ما یه کار بهتر میخوام بکنیم آب پاستا رو اضافه میکنیم یه خود مقدار توش نشاسته آب پاستا که جوش اومده با پاستا توش مقدار نشاسته داره اینی که باعث میشه این خیلی کریمی بشه نشاسته باعث کریم بود نشاسته باعث کریمی میشه حالا بیا اینجا خب. بیا کاری که میخوام بکنیم یعنی روی گازه درستم گاز میدیوم خیلی زیاد نباشه که نسوزه آره دستت نسوزه فقط یه مقدار آب اضافه بهش بکن آب پاستا این آب پاستا بزن روش آره روش بریز خب یه دونه دیگه آره یه مقدار دیگه هم بریز این کاری که ما میخوام بکنیم اینه که این مقدار خامش رو در بیاریم تستش نکنم نه تست نکن باش آب نمکه حالا تو دریا غرق شدی نه ولی با نزدیکی آره بیا اینجا خب. اون خوبه ببین خب. الان این مقدارش کافیه کاری که بکنیم اینه که یه مقدار اینو ما بپزیم خب. مقداری شعلهشو زیاد می‌کنی خب این تبدیل میشه به کریمی می‌بینی خود کریمی شو آره آره این تبدیل میشه به یه چیزی که مثل سس آها این سسی هستش که آره دو دقیقه سه دقیقه روی گاز درست بکنیم خب. تبدیل میشه به سس پستو آره بعد کاری که ما می‌کنیم هر دفعه که پاستا درست می‌کنیم خب پاستا که درست می‌کنی هیچ وقت سس نمی‌ریزی پاستا پاستا رو می‌ریزی رو سس چون باید قشنگ به خوردش بره و هم بزنی و بعد سرویس می‌کنی خیلی سس می‌ریزی اصلا کار خوبی نیست کاری که ما می‌خوام بکنیم همینه که پاستا رو که آماده کردیم توی سس می‌ریزیم من می‌خوام یاد بدم چجوری بتونی قابل پایت بکنی من انقدر دلم می‌خواد این کارو بکنم آره می‌کنیم خب. ولی یه مشکلی هست اگه خراب بکنی دیگه من درست نمی‌کنم نگران نباش خراب نمی‌کنم یعنی که ببین این داره قشنگ اون خامش رو از دست می‌ده می‌بینی بله بله تبدیل شد به یه دونه حالت کریم
پس اسپاگتی رو با سس درست میکنیم تو خود اسپاگتی. آره اسپاگتی یا هر پاستای دیگه که درست کردی میری تو سس و یه مقداری هم شروع میکنیم، مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه درست میکنیم و بعد آماده میشه. بسیار خوب. ایتالیایی جوری که پاستا درست میکنن بهش میگه آلدنته، یه مقداری کمتر از اون چیزی که قراره پخته بشه درست میکنن. خب عددش هم اینه که بعدش میخوام بکنم تو سس، چون مقدارم تو سس درست میشه. و یه علت دیگه‌اش هم اینه که وقتی شما میجوین پاستا که یه مقدار سفت هستش، مزه‌شو بیشتر میفهمید تا اینکه پاستا خیلی نرم باشه که راحت خوردش بدید. که بوئنو، که بوئنو، که بوئنو. ببینید این دبلیو به یه دونه کریم. خب این الان آماده است که ما بتونیم پاستامون رو بهش اضافه کنیم. حالا چند میتونیم بفروشیم اینو؟ به تو؟ بفروشیمش دیگه. به کی؟ این همه وقت گذاشتیم. آره من خودم میخورم. باشه. آره تو قرار نیست بخوری. نهار قرار بود مهمون باشم بابکجان. خب کاری که میکنه از قبل هم یه مقداری پاستا درست کردیم. بله. پاستا هم 10 دقیقه گذاشتیم. آره پاستا 10 دقیقه. بعد روی بسش نوشته دیگه. پاستا هر چقدر رو بسش نوشته همون موقع باید ادامه بدی. پاستای ما از قبل درست کردیم ولی تازه که درست بکنین خیلی بهتره، ولی ما اینو از قبل بعد درست می‌کردیم. درسته. اینا رو با هم هم بزنیم. یه مقدارش هم به کافی. تست نکنم بزنم به سختی نه؟ بیا یه دونه بزن. خیلی دلم می‌خواد یه دونه بزنم سخت. خب. افتاد این تو که گیر نکنه. آره 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 کاری که بکنیم اینه که بعد اینو تاس بکنیم. حالا بیام بدیام بدم که بخواد تاس بکنیم. باشه پس من بیام این. آره آره ببین بگیر اینو. خب اینطوری. آره فشار بده جلو اینجوری. خب اینطوری. آره آره فشار بده. یس یه بار دیگه. یه بار دیگه. چشما ببنده باش باقی مراقبش نریزه. یه بار دیگه. واو خوبه. چشم بسته یه بار میخوام انجام بدم. دیگه نمیخوام بکنم. لوس نکن. حالا کاری که بکنی اینه که بعد به تمام این پاستایی که درست کردی درسته با این مخلوط بشه. میبینی قسمتی هستش هنوز سفیده. آره اینا همه رو مخلوط بکنی. اصلا هم نگران نباش. بخوری هیچ اشکال نداره. اینا همه مخلوط میشه و تمام اون سبزیجات به خوردت میره. واسه همینه که میگم اول بعد سس رو درست بکنیم بعد پاستا رو بپزیم. بذاری توش. یه حالتی هستش که الان پاستا آماده شده. اینجوری بعد بکنیم. شما حرفه‌ای ترین بابا جان. پاستا سرو کردنش هم خیلی جالبه. اگه میخوای پاستا سرو کنی اینجوری میکنی و دور میزنی و میتونی اینجوری بذاری تو بشقابه. ولی ما این کارا رو امروز نمیکنیم. کاری که میخوام بکنیم اینه که میخوایم پاستا رو قشنگ راحت سرو بکنیم. چون قراره پیچیده نباشه. درسته. اینو نگاه دار پس. من یه چیزی بیارم. کجا رفتی؟ من تنها منو نذار بابا. نه میخوام دو تا بشقاب بیاریم یه کار جالب بکنیم. خب حالا اینو میخوام سرو بکنم. سرو کردنش هم خیلی راحته. از اینجا نه. کاری که می‌کنی، کار خودت راحت‌تر می‌کنی، بیاری اینجا، بشقاب می‌تونی برداری، خب اینو قشنگ اینجوری دور می‌زنی. خب بوش اینجوریه. بوی عالی، بوی قشنگ ریحون بنفش. ریحون بنفش هم می‌تونی تو این بزنی. ریحون بنفش؟ ریحون بنفش آره، خیلی خوشمزه میشه. یعنی بنفش رنگش؟ آره، پورشناش هم بستگی داره کی می‌خواد سرو کنه. اگه یه آدم خیلی گنده است، خب خیلی بعد پاستا بذاری. ولی اگه می‌خوای زنت رو مثلا بهش غذا بدی، همسرتون رو بهش غذا بدی، آره کم بذار چون پورشن کم خوشمزه‌تر از پورشن زیاده. بله. خب این کارو می‌کنیم. چی میگن همسر خوشحال زندگی خوشحال. آفرین. خب آره ما تموم شد کارمون. خب حالا کاری که بعد بکنی، چی بریزیم روش؟ می‌خوایم تعظیم بکنی. خب. این الان کافیه. خب کاری که می‌کنی یه مقدار خیلی کم بهش روغن اضافه می‌کنی. خب یه مقدارم پنیر پارمیجان تازه رو روش می‌تونی رنده بکنی. واو. عجب چیزی شد بابا. آره به این صورت. خب بعد بعداً هم می‌خوام به همه بگی که این چی بوده. خب. کاری که می‌کنی یه مقداری از این ریحونا رو جدا می‌کنی و می‌ذاری وسطش. واو. و همه می‌دونن که این پاستا با ریحون اضافه شده. خب حالا کاری که بکنی اینه که امتحانش کنی به من بگی چه شکلیه. حاضریم؟ آره. درست دارم من انجام میدم دیگه. خب امتحانش می‌کنم الان. بابا جان باز شد که. آره. بعد یاد میدم چیکار بکنیم. خوبه. ساده. یه مقدار طول میکشه ولی میتونی درست بکنی از قبل. خیلی خوشمزه. از قبل بزنی توی یخچال و درست بکنی. خیلی خوشمزه. نه من بخورمش. دو تا چیز میخوام بهت یاد بدم. یه دونه ببرم یه چیزی بیارم. برو بیار. یه دونه تو میدی تا من بیارم این روغن رو بهش اضافه بکنی که همون شافل اویله. چقدر بریزم روش؟ آره یه مقدار خیلی کم. خب. گیرنده بعدی. من دیگه آشپز شدم. گرمی $200 این روغن برای این خیلی خوبه. حالا کاری که میخوام بکنی توی رستوران خب وقتی که داری پاستا میخوری خیلی سخته. کاری که میکنی این قاشقو میاری خب اینو فشار میدی این تو و توی قاشق شروع میکنی جمع کردن به این صورت.
خب و تبدیل میشه به یه لقمه خیلی ساده. حالا این بزرگ شد. خب شما آدم بزرگی هم. خب اینو تو بخور. آره اینو من میخورم. خوشمزه بود. من درست کردم پستو رو به خاطر همین. عالیه. یه کاری دیگه میخوام بکنم. چیکار؟ حالا بعضی ممکنه بگن که مثلا این خیلی طول کشید. خب ولی من میخوام یه پاستای دیگه الان واسه درست بکنم. درسته؟ که تقریبا 10 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. باش. آماده ای؟ آماده. اوکی. بریم. این پاستایی که ما داریم. خب. یه مقدار از این پاستا میریزم اینجا. این غذای دوم شد دیگه. این غذای دومه. این غذایی که حال نداری. وقت نداری، خب. اعصابت خراب شده اون روز، مثلا حقوقتو ندادم، خب. نمیتونی درست بکنی، خب. خب. وقت نداری، آلو سلام نداری، کاری که میخوای بکنیم، اینه که یه چیزی خیلی سریع درست بکنیم. درسته. خیلی پاسان تون میخورم. تون ماهی. آره تون فایش. اینو داریم بازم. آره یه دونه آره. اینجا هست. این چی اسمش؟ این یک شرکت خیلی معروفی هست که تون ماهی درست میکنه. خب. چیپولته. این چیپوله. چیپوله همون مزه مکزیکیه. حالت یه خود فلفل مانند. باشه. خب. پس تون چیپوله. آره دقیقاً. خب. کاری که میکنی این چیپوله رو حالا هر تون دیگر رو خب. مخلوط میکنی با این. خب. و اون روغنی که داره درسته؟ باعث میشه که با روغنش، روغنشو نمیگی. همه چی، همه چی. این تمام اون مواده که تو این زدن رو میتونی اضافه بکنی. خب این تونی که ما داریم اضافه میکنیم خودش خیلی روغن داره. درسته. ولی اگه نداشت مقداری روغن زیتون اضافه بکنی. خب یه مقداری هم مزه ماهی میده. اکسترا ورژن روغنش. اکسترا ورژن. چیزی که میتونی اضافه بکنی این مثل قوره ماست که داریم. قوره. اینو بهش میگن کیپرز. قوره ایتالیاییه. قوره ایتالیایی. قوره ایتالیایی. کیپرز. توی غذای ایتالیایی خیلی اینو استفاده میکنن. اینو میتونی مقدار روش بریزی به این صورت. این حتی اون آب قوره هم خیلی خوشمزه دستش میتونی اضافه بکنی. میتونم بخورم آبشو؟ آره نه نه. میتونی چیزای دیگه هم اضافه کنی. مثلا فرض کن مقدار ریحون ایتالیایی هم بهش اضافه بکنی. این غذایی هستش که در از 2 دقیقه 3 دقیقه من درست کردم. میذارم از این و خوب. روی غذای ایتالیا هم اگه پنیر نریزی نمیشه. نمیشه. مخصوصا پنیر پارمیجان. دقیقاً. این مقدار پنیر اضافه می‌کنی. خب این تقریباً 10 ثانیه بیشتر طول نکشه. درسته. خب اینا من ترای کنم بینندگان جان‌های عزیز. خیلی متشکرم بابک جان. خیلی متشکرم. ببینم چجوری شد. ولی این بهتره. اینو به خاطر اینکه ما عشق و زمان گذاشتیم توش درست کردیم. درسته. ولی این هر دوش دو تا غذایی هستن که میتونی درست بکنی و روغنی شدن. آره اشکال نداره بیا پاک کن. مرسی. این اشکال نداره. این دو تا غذایی هستن که ما میتونیم درست بکنیم. بسیار عالی. خیلی هم سریع. بینندگان جان های عزیز، شما و آقا بابک جان حرفه‌ای و آشپز خوب. حالا من یه پیشنهاد دارم. بله. همینا رو فراموش کنیم ببینیم دو تا رو بخور. باشه. بینندگان جان های عزیز، خیلی خوشحال هستم که بابک جان اینجا بوده، به ما این غذاهای خیلی خوب و لذیذ رو یاد داده و دیگه ما بریم غذامون رو بخوریم دیگه. خدا بهت.